سلام و عصرتان بخیر، به برنامه زیربنا خوش آمدید. در مورد برنامه های جدید وزارت تجارت برای جذب سرمایه گذاری در افغانستان صحبت میکنیم. آگاهان میگن که برای جذب سرمایه گذاری وزارت تجارت باید سهولت ها را در این عرصه بیشتر بسازد. مهمان ما فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، روی خط با ماست. آقای احمدی، به زیربنا خوش آمدید. سلام، روز شما بخیر. در نخست میشه در مورد برنامه های جدید وزارت تجارت اگر صحبت بکنه؟ بله، باز هم سلام خدمت شما و بینندگان برنامه. سلام ما به صورت کلی در برنامه های 100 روز اول، 3 سال و برنامه 5 ساله وزارت صنعت و تجارت، تمرکز وزارت در ابتدایی است که ما بتونیم فابریک های بیشتر تولیدی در شرکای صنعتی افغانستان ایجاد بکنیم. بر اساس هدایت جلال ما محترم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، تا ما بتونیم میزان صادرات خود و بیرون از افغانستان به 80% برسانیم. تمرکز ما در حال حاضر روی این مسئله است. مسئله بعدی سر افزایش راههای ترانزیتی، راه آهن، راه ترانزیتی و دهلیزهای هوایی برای افزایش صادرات ما به کشورهای بیرونی است. ما در حال حاضر با بیش از 65 کشور دنیا ما به صورت مستقیم از طریق دهلیزهای هوایی، راه ترانزیت و همچنین خطوط ریلی ما به اصطلاح در مرحله داد و ستد یا مرحله تجارت و ترانزیت قرار داریم که صادرات و واردات است. این مسئله مهم است چون افغانستان به عنوان چهارراه منطقه محسوب میشه که آسیای جنوبی با کشورهای دیگه و با آسیای میانه وصل میکنه و از جهتی هم ما تلاش میکنیم تا به اصطلاح 11 پارک صنعتی که در حال حاضر زیر کار داریم او را آماده بسازیم، به اینکه زمین از او آماده بهره برداری بشه و به اختیار فابریکه‌داران در شرکای صنعتی قرار بده. درست، ولی در چنین یک شرایط که ما میبینیم به قول رئیس جمهور 80% مردم الا 90% مردم افغانستان با درآمد 2 دلاری روزانه زیر خط فقر هستند، برنامه های شما چقدر میتونن نگرانی های مردم را برطرف بسازن؟ ببینیم، یکی از مسائل عمده در همین بحثی است که ما میخوایم سطح درآمد خانواده را افزایش بدیم. وقتی که ما در فابریک های تولیدی در شرکای های صنعتی افغانستان میزان فابریک های تولیدی را افزایش بدیم، مطمئنا افراد بیشتر به کار گماشته میشن و وقتی که کار به وجود بیاد، سطح درآمد خانواده، سطح درآمد فامیل ها، افراد بالا میره و این باعث میشه که میزان بیکاری در افغانستان بیشتر بشه. آنچه که جلال ما محترم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان تاکید بر این دارن که 80% باید ما از یک کشور وارداتی به یک کشور صادراتی تبدیل بشیم، این دلیل است که ما بتونیم میزان بیکاری رو به 80% کاهش بده، ما بتونیم به اصطلاح سطح خودکفایی به 80% افزایش بده، ما بتونیم 80% نیازمندی های خود افغانستان از طریق شرکای صنعتی تامین بکنیم، همیار حدود 55% نیازمندی های اولی در افغانستان از طریق شرکای صنعتی در حال حاضر تمویل میشه، در کابل، در مزار شریف، در جلال آباد، در هرات، در بامیان، در خوست، در پکتیا و پکتیکا و همسال از اینا. یعنی وقتی که ما تاکید میکنیم با آنچه که شما مطرح کردین، دقیقا هدف ما اینه که ما بتونیم بیکاری کاهش بدیم، سطح به اصطلاح محصولات داخلی افزایش بدیم، تا دیگه پس از این اگر مرزی به اصطلاح خواسته باشه کالا بند بکنه برای افغانستان، دیگه نگران نباشه. مگر چون نگرانی کاملا به این 2-3 سال اخیر از بین رفته، چون ما راه های بیشتر ترانزیتی باز کردیم و اگر مرزی هم بسته بشه نگران از اون نیستیم که کالا وارد افغانستان نشه. درست، شما از شرکای صنعتی یاد کردین و گفتین که بیشتر نیازهای مردم افغانستان را هم شرکای صنعتی برطرف میکنم، ولی اونا به اساسی که نیاز دارن به برق، زمین و به خواستهای از یا توجه نشده در طول چند سال اخیر و همچنان اونا گفتن که ما نمیتونیم با چنین یک نیازهایی که سوی حکومت برطرف نمیشه به تولیدات بپردازیم. برنامه وزارت تجارت چی است برای جذب سرمایه گذاری و برای رفع نیازهای پارکای صنعتی؟ ببینیم، افغانستان امروز افغانستان 4 سال پیش نیست. ما در 4 سال پیش، 5 سال پیش 20 مگاوات برق برای شرکای صنعتی در افغانستان در نظر گرفته بودند. امروز 400 مگاوات برق برای شرکای صنعتی در کل افغانستان، ولی هنوز هم کفایت نمیکنه.
آقای احمدی من میخوام همین رو بگم، من میخوام همین رو بگم. ما در 4 سال پیش میزان تعداد فابریکای تولیدی در شرکای صنعتی ما بسیار کم بود. امروز تنها در همین کابل خود ما 2200 فابریکه تولیدی که 170 چند فابریکه از در شرکای صنعتی، در 3 شرک صنعتی، یک خصوصی و 2 دولتی کار میکنه، حدود 2000 فابریکه دیگه ما خرد و کوچک دارن که در بحث فعالیت های متشبثین خرد و کوچک و متوسط محسوب میشه، اینا دارن کار میکنن. وقتی که میگیم بله حرف شما درسته، تعداد علاقمند به سرمایه گذاری در افغانستان، تعداد علاقمند به اینکه در فابریک های صنعتی افغانستان بیان سرمایه گذاری کنن، به اصطلاح فابریکه ایجاد کنن، افزایش پیدا کرده. این نیست که افغانستان امروز، افغانستان 4 سال پیش که ما 200 فابریکه مثلا داشتیم، هنوز هم اون 200 فابریکه و هنوز اونا نگران باشن. نه خیر، 200 فابریکه 4 سال پیش به 2000 فابریکه تبدیل شده و کسایی هم که اعتراض دارن، کسایی که هنوز نتونستن به اصطلاح در قسمت تامین برق، آب و چیزی که خودشان میگن او چیز ایدئال به دست بیارن. ما در خیلی از ولایات زمین آماده میکنیم، به اصطلاح برق مهیا میکنیم و با همکاری خود صاحبان فابریکا تلاش میکنیم تا مشکلاتشان رفع بشه و اونا کار تولیدی خود آغاز بکنن. من میخوام به جواب شما اینو بگم، افغانستان امروز افغانستان 4 سال پیش نیست. میزان فابریکای تولیدی در افغانستان بیشتر شده، میزان متقاضیان بیشتر شده. دلیلی است که شرایط وزارت صنعت تجارت و در کل حکومت برای کسایی که سرمایه گذاری کنند مهیا کرده. ما اخیرا چتر واحد ایجاد کردیم که شما در گذشته در 8 تا 10 روز شما به اصطلاح چیز به دست بیاره، جواز صنعتی تجارتی. اما امروز شما میتونیم در یک ساعت با کمترین از اینه، با 100 افغانی شما میتونیم جواز به دست بیاریم. جدا از این، وزارت صنعت تجارت در حال حاضر کار میکنه روی برگشتاندن اون سرمایه‌ای که برخی ها به دلیل ترس شخصی که داشتن از افغانستان خارج کردن. ما هزاران و هزاران سرمایه گذار در افغانستان داریم که با وجود به گفته خودشان تهدید اگر وجود داره، بازم در افغانستان ماندن و سرمایه گذاری کردن. درست. اجازه بدین هرچند شما گفتین که به خاطر فعال شدن این سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری کار میکنین، ولی چند روز پیش اداره ذوب آهن گفت که 50 فابریکی ذوب آهن نزدیک از دروازه‌اش بسته شده و حداقل 50 میلیون یا بیشتر از او دلار به هدر بره. درست. ببینیم قرار است بسته بشه و بسته نشده. گفتن تعدادش بسته شده، حداقل گفتن 40% این فابریکا ها بسته شده. نخیر، آمار اگر داده باشن آمار درست نیست، چرا که یک فابریکه در هرات به دلیل مشکلاتی که بلاز حقوقی داشت و به دلیل که اسناد از اون مشکل داشت، این فابریکهش موقتاً کار از اون متوقف داده شده. خب ما باور به یک مسئله هم در افغانستان داریم، بحث تطبیق قانون در تمام عرصا فرق نمی کنه که فابریکه باشه یا دیگه بخشا. مراحل زمانی که قانونی باشه، نه دولت و نه هیچ بخش دیگه برای از اون ممانعت ایجاد نمی کنه. اما زمانی که کار به صورت قانونی پیش نره، خب مطمئنا حکومت وارد اقدام میشه، چرا که خب اون به عنوان یک الگو در جامعه تبدیل میشه و شاید کسای دیگه هم به اصطلاح در این زمینه بیان کار غیر قانونی بکنن. اما در قسمت اعتراضی که خود صاحبان فابریکا های زابوان دارن در قسمت کمبود به اصطلاح مواد اولیه است، حالا تلاش میشه در خود افغانستان این مواد از اینا تامین بشه. در قسمت اعتراض دارن برخی از فابریکا در قسمت برق است که ما گفتگو همین لحظه با اداره فرشنا با اداره بخش های دیگه جریان داره از طرف وزارت صنعت تجارت تا بتونن در قسمت تامین برق از همکاری صورت بگیره. آنچه که در این مسئله ما میتونم بگم، بحث گسترش ویروس کرونا بود. کرونا باعث از این شد که ساخت و ساز در که بسیاری از کشورها از جمله افغانستان با توقف به اصطلاح زمانی روبرو بشه، و این شد که فابریکایی که سیخ گل و دیگه اقلامی که برای بیشتر برای تولید برای ساخت خانه ها استفاده میشد، اینا متوقف بشه. این به صورت مقطعی است، مطمئنا به زودی مشکلشان حل میشه و دوباره اون فابریکایی که توقف داده شده فعالیت میکنن، اونا هم که گفتن ممکن است بسته بشه به یقین که بسته نخواهد. درست. ولی شما از برق اشاره کردین و گفتیم که ما مشکلات برق را حل میسازیم، ولی ما میبینیم که کابل شبها و روزها در تاریکی بسر میبره. شما چگونه برق فابریکا را شما افزایش میتین و در قسمت کمبود برق با اونا توجه میکنین؟ و یک سوال دیگه که برنامه وزارت تجارت در قسمت سرمایه گذاری بود، جذب سرمایه گذاری بود، آپارتمان هایی که قرار بود ساخته شود، مثلا
یک نمونیش در این اواخر الغرافه بود که قرار بود ساخته شد و بر نیازمندان توزیع شد. چطور شد کارش؟ ببینید در بحث ساختمان سازی خب مطمئنا برمیگرده به وزارت شهرسازی که در این مورد اونا ولی حداقل یک زمینه را شما ایجاد میکنین آقای احمدی. در این بخش شرک سازی هیچ بخش جزئی که جواز شرک به دوش وزارت صنعت تجارت باشه بخشای دیگه ایش نیست. بخش اداره آبش به اداره آب برمیگرده، برقش و همچنان در قسمت ساخت و ساز در اما به صورت ما هم نقش داریم به عنوان حکومت در قسمت جواز سهولت‌های در این قسمت من با شما موافق هستم. اما در قسمت برق همین امروز ما یک مراسمی داشتیم که جلال ما محترم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس با جناب آقای نندرامودی یک توافقنامه در قسمت بند برق به امضا رساندم. سه روز پیش شما دیدیم به اصطلاح در حال تکمیل شدن بحث بند شاهروز و بند نیمروز. ببینید ما در قسمت تامین برق از منابع داخلی خود نیاز به زمان داریم. همین شما میگین که بله کابل در بعضی از شبات بی برق است، اما اکثر این برق کمیل تامین میشه از طریق بندهایی است که در خود افغانستان به اصطلاح احداث شده و ما نیاز داریم برای از اینکه به خودکفایی برسیم زمان بگذره و این مسئله مطمئنا هم فابریکاداران هم مردم این مسئله درک میکنن. اداره برق هرات در برق افغانستان در این زمینه تلاش میکنه، اما اینکه ما چطور میتونیم برق مورد نیاز تمام فابریکای صنعتی در افغانستان تامین کنیم، این که ما بیام بگم که 100% ما این کار رو میتونیم همیال انجام بدیم خب این ممکن نیست. اما تلاش حکومت ایست که به خصوص وزارت صنعت و تجارت که کسایی میان میلیون ها دلار سرمایه گذاری میکنن اما خواست اولیهشون که برق است، این ما برشان تامین کنیم، کانال رزیسون است این برشان تامین کنیم، زمین است به اختیارشون قرار بدن. اما قیمت زمینی که در افغانستان به اختیار فابریکای صنعتی قرار داده میشه در هیچ نقطه از دنیا شما به اندازه قیمتی که ما در افغانستان بدیم شما پیدا کرده نمیتونن. یعنی ما شرایط و تسهیلات برای سرمایه گذاری در افغانستان و ایجاد فابریکای صنعتی برای فابریکای تولیدی ما کاملا مهیا کردیم و در این زمینه دست تا دست باز هم به صنعتکارا دادیم که بیان خودشان انتخاب کنن. و جدیداً مسئله پارکای صنعتی زراعتی در افغانستان کمیال در هرات کار از جریان داره، در جلال آباد کار از جریان داره، در کابل کار از جریان داره. ما تمام شرایط رو مهیا کردیم. درست. اگر اجازه بدین ما میبینیم که همکنون فصل تازه جنگ آغاز شده در کشور و تلاش میکنه شما را سرمایه گذاران تا سرمایه را به بیرون از افغانستان ببره و سرمایه گذاری بکنه. سه اولویت که شما به عنوان وزارت تجارت به سرمایه گذار میتین و روی از او تمرکز میکنین تا اونا از رفتن به بیرون از کشور و از بردن سرمایه به بیرون از کشور صرف نظر بکنن و بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، چون یک وعده باید داده شده از طرف شما چی است؟ ببینید ما همیال 12 شرک صنعتی در افغانستان داریم که در او صدها کارخانه تولیدی فعالیت میکنند، هزاران نفر مشغول به کارند، یک تعداد محدود و یک تعداد اندک که به اصطلاح عامیانه فرار برقرار ترجیح میدن و سرمایه خود از افغانستان به خاطر حفظ جان خود او را انتقال میدن و باعث میشن که هزاران نفر در افغانستان بیکار بشن و او پول و او سرمایه مطمئنا از همی افغانستان به دست آوردن و حالا بهانه میگیرن و به کشورهای دیگه برای سرمایه گذاری میگیرن. درست. استدلال از اویی است که برشان برق داده نمیشه، برشان زمین داده نمیشه، برشان به نیازهایشان رسیدگی نمیشه، برشان سهولت ها داده نمیشه، سوی حکومت توجه نمیشه. ما 11 بار که صنعتی امیال آماده داریم که زمین از آماده توزیع. هفته پیش ما به ولایت خوز 28 نمره توزیع کردیم که سرمایه گذارا در خوز هر کدام از یک میلیون دلار را در او فابریکا سرمایه گذاری کنند، مگر در خوز شرایط مساعد است. وقتی که در خوز مساعد، در هرات مساعد است، در جلال آباد مساعد است، در قندار مساعد است، در خوز، بامیان، ننگرهار، در بادغیس مساعد است، در کجا نامساعد است گناه ادعا میکنند. تمام شرایط هست، تمام امکانات هست. این که مشکلات وجود داره خب این هم وقتی که ما هم میپذیریم برخی در بعضی از جا مشکل داره، اون سرمایه گذاره که پول که از داخل همی افغانستان پیدا کرده اونم بعد این مسئله رو درک کنه و پول انتقال نده بده که بیرون از کشور. اینا اگر باشنن تعداد بسیار اندکی است و بیشتر دنبال بهانه هستن نه دنبال واقعیت.
در قسمت برق وضعیت خودشان هم میبینن، درک میکنن که در چه وضعیت است. اما حکومت تمام تلاش خوده در همین قسمت داره انجام میده که از برق مورد نیاز که ما برای خانه های رایشی، شرک های صنعتی، نهادهای دیگه استفاده میشه، از برق خودمون تامین بشه تا اینکه از برق بیرونی بشه. این تمرکز حکومت در حال حاضر روی بندها و سدهای آبی و برقی است، روی کارهای زیربنایی است. شما در نیمروز ببینیم وقتی که در رقص و پایکوبی مردم میدیدیم، شما به اصطلاح شعروس ببینیم و فرها و بچه های دیگه که در حال حاضر وجود داره. بسیار خوب، یعنی گفتم میتونین که تا ختم سال 2021 چه اتفاق قرار است در اقتصاد افغانستان رخ بده؟ در بحث اقتصاد حالا و بیشتر در حوزه تجارت صنعت به شما میگم که در بحث صنعت ما 11 فرد کار درست. پس آقای احمدی، تجارت نقش مهم را داره در اقتصاد کشور؟ دقیقاً. ما در 11 فرد آماده داریم که زمین از او کاملا آماده توزیع برای فابریکه داران در افغانستان میباشه و ما تمام تلاش خود میکنیم، تمام امکانات در اونا مهیا کردیم به اختیار از اونا بتونن سهولت بیشتر برسونن مهیا کنیم. یک مسئله در بحث اقتصاد که شما مطرح میکنین، بله ما تمام تلاش خود میکنیم که میزان به اصطلاح بیکاری که به اصطلاح از طریق شرکای صنعتی میتونیم او کم بکنیم، او در ایجاد فابریکای تولیدی و گسترش راه ترانزیتی، دهلیزهای هوایی و راه آهن ما بتونیم که به اصطلاح میزان تجارت خود، میزان تولیدات خود افزایش بدیم تا به اون زمانی که شما تعیین میکنین ما یک دستاورد بسیار کلان رو از یک طرح و برنامه خوب چیده شده و مطمئنا با عملی شدن از اون وضعیت از حال بهتر خواهد شد که در اون زمان مطمئنا با شما نتیجه خواهد کار خواهید. درست، این اولویت های کاری شما بود در سال جاری، درست؟ اولویت کاری ما ببینیم، من مسئله ایجاد تسهیلات در پارک‌های صنعتی افغانستان، این مسئله برای ما مهم است. روی از این کار میکنیم و کارهای جدی روی از این مسئله جریان داره. مسئله بعدی ایجاد راه‌های ترانزیت بیشتر، دهلیزهای هوایی بیشتر، افزایش صادرات به بیش از، در حال حاضر ما 65 کشوریم، ما تلاش میکنیم به 100 کشور رو برسانیم. مسئله دیگه افزایش تولیدات ما در افغانستان و افزایش صادرات تا مرز 80% به بیرون از افغانستان. ما همین دیروز ما یک محموله بسیار کلان از افغانستان به کانادا انتقال داده شد که میوه خشک بود. از قندهار گزارش های خیلی خوبی داریم که در هر ماه حدود 40 تن میوه خشک به بیرون از افغانستان انتقال داده میشه. ببینیم اینا همه کارهایی است که در حال حاضر صورت میگیره. اگر صنعتکار ما اعتراض میکنه، دلیل از اینکه علاقمندی و سرمایه گذاری در شرکای صنعتی افغانستان زیاد شده. اگر 100 فابریکه شده، حالا 100 نفر هم منتظرن. اون 100 نفری که منتظرن میگن زمین نیست، برق نیست و اعتراض میکنن، در صورتی که زمین موجود است، برق هم تا حدود موجود است و تسهیلات هم ما به اختیار شده. درست. اجازه بدین سوال آخری را از شما بپرسم آقای احمدی. اگر به خواسته ها و نیازها و در قسمت تسهیلات شرکت های خصوصی، سکتور های خصوصی و بخش سرمایه گذاری اگر نقطه پایان بگذاریم و به همه خواستهایشان رسیدگی شود، چقدر میتونه اینا نیازهای مردم را تولید بکنه و دیگر ما یک کشور وارداتی نباشیم که همه نیازها را از کشورهای دیگر وارد بکنیم به افغانستان؟ ببینین، همچین چیزی ممکن نیست که ما تمام خواستها و نیازهای به اصطلاح کسایی که در عرصه صنعت کار میکنن ما برای از اونا برطرف بسازیم. دلیلش این است که خب در مدرن ترین کشورهای دنیا که در عرصه ساخت وسایل تکنولوژی در حال حاضر کار میکنن، در اون کشورها هم میبینیم صنعتکارا از اونا با به اصطلاح اعتراض دارن از وضعیت موجود. ما تمام تلاش خود میکنیم و خواستهایی که صنعتکارای ما در افغانستان دارن رسیدگی بکنیم، در قسمت برق، در قسمت کانالیزاسیون، در قسمت زمین، ایجاد تسهیلات برای ادعا، در قسمت جواد، در قسمت راههای ترانزیتی، در قسمت افزایش به اصطلاح تجارت، اینا ما تمام تلاش خود میکنیم. یعنی کاری که ما میخواهیم بکنیم این است که تسهیلات ایجاد کنیم تا اونا علاقمندی بیشتر به سرمایه‌گذاری در افغانستان. ممنون داشته. ممنون آقای فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت که روی خط با ما بودن. و اکنون هم نرخ اسعار. We'll be right back.
نرخ طلا. ممنون که بیننده زیربنا بودید. وقت بخیر.